نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز دوشنبه 18 صفر سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین، ایشان به سؤالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی با اشاره به مسئله مواضع تخییر بین اتمام و قصر نماز که دلالت بر اماکن چهارگانه یعنی چهار شهر مکه، مدینه، کوفه و کربلا دارد فرمودند، در خصوص اتمام نماز در کربلا روایات متعددی وجود دارد و تنها اختلاف در حد آن می باشد. برخی از روایات اشاره فقط به حائر نمودند، یعنی 25 ذراع برابر با 12.5 متر فاصله از هر طرف با قبر مطهر امام حسین و نه ذریح امام حسین، چرا که قبر مطهر امام حسین علیه السلام با ذریح ایشان 20 ذراع فاصله دارد. معظم الله در ادامه فرمودند، اما گروهی از فقها کل شهر کربلا را مشمول این حکم می دانند، چرا که روایات معتبری وجود دارد که می‌فرماید که کربلا حرم امام حسین است، یعنی موضوع کربلا است و فقط اختصاص به حائر ندارد. ایشان با اشاره به اینکه این مسئله میان فقها اختلافی است فرمودند که صاحب عروه الوثقا و جماعتی از علما و خود من هم این نظر را داریم که این مسئله شامل کل کربلا می شود و نمازگزار می تواند در هتل، خیابان و خانه نماز خود را تمام بخواند به هر مقداری که کربلا وسیع تر شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. بله، نه هیچ کی نگفته، بعضی گفتن جایز کامل خون، یعنی مخیره، یعنی میتونه کامل بخونه میتونه قصر بخونه. کل شهر کربلا. بله این محل خلافه، بعضی ها گفتن تا 25 ذراع، 25 ذراع یعنی 12 متر و نیم، نه از ذریح، از قبر طاهر صلوات الله علی الامام الحسین، از هر چهار طرف تا 12 متر و نیم اینجا. اما جماعتی هم از فقها گفتن، منم برداشتم همینه که کل شهر کربلا انسان مخیره، کسی که مسافره نمازش رو شکسته بخونه یا تموم بخونه. وقتی که روایت میگه کربلا حرم الحسین علیه السلام در موضوع تخییر بین قصر تمام و خلق از گفتن کربلا، یه وقتایی کربلا کوچیک بوده، شاید 10-20 متر اطراف ذریح بیشتر نبوده زمان قدیم، حالا کربلا بزرگ شده، موضوع کربلاست، خلق از سعه و ضیق پیدا کنه. مثل که تو روایت داره مکه حرم الله، هر قد مکه بزرگ و کوچک بشه هر قد گفتن مکه مکه است دیگه.